خب ماهان، اول که من این رو ضبط میکنم، فاطمه خیلی خوشحالم از آشنایی باهات. این جریان باعث شد که فرناز کار خیلی قشنگی که کرده اینجا این ارتباطات رو ایجاد کرده. خب ما وقت آقای بیزینسمن و خودمون رو نگیریم. بیزینسمن که میدونی چیه ماهان؟ بله. او بله. خب نمیدونی بیزینس جمع کنم. من میز پویسارم جمع کنم. اسکرین شات که باشه باشه میگم به ببین. سلام امه. خب اول که ماهان، من اسمم زیباست، تو اسمت ماها، اینجوری هم دیگر رو صدا میکنیم. خب دوم این که ماهان، بیزینس یعنی حالا اومدم بیزینس رو بگم خودم خیت شدم. بیزینس یعنی حالا بیزینس رو فارسی، تجارت، معاملات، خرید و فروش. خب بیزینس خرید و من یعنی به انگلیسی مرد. تو مردی، بیزینس من شدی، آدمی که مردی که وارد خرید و فروش میشه. و من هم مثلا بیزینس وومن هستم، زنی که وارد خرید و فروش میشه. خب ما بریم جلو. تو خیلی کار بسیار جالبی که کردی این که خیلی سریع عکس گرفتی و قیمت ها رو گذاشتی و تو گروه ممنونم. که ممنونم. آخی اونقدر که این بیزینس آره واقعا که بعد ببین این کارت خیلی قشنگ بود. بعد بچه ها گفتن که بفرست ببینیم که چی کار کرده. یه سری از بچه ها گفتن بابا این که خیلی قیمت ها رو گرون زده. گفتم خب این نظرشه دیگه، ما میتونیم تو این رابطه نظر خودمونو بگیم. خب حالا تو مجموعا حساب کردی که چقدر شدن؟ نه پدرم حساب کرده ولی یادم نیست چی شد. چی شد؟ خب تو حساب که میکنی خودت با دستت حساب میکنی، اینجوری جمع میبندی یا ماشین حساب داری؟ ماشین حساب ندارم من. با دستم جمع نمیکنم. با دستت هم جمع نمیکنی؟ پنجی روشونت مثلا میگه پنج تا روشونت به اضافه سه تا، منظورشون اینجوریه؟ آره من با دستم راست، با دستم که راست میگه جمع نه. یعنی حساب بکنی. من درست انتقال ندادم، با یعنی حساب بکنی، اینجوری بنویسی حساب بکنی. من درست با انتقال. خب میتونی این کارو بکنی؟ بله. خب بکن. باشه الان انجام بده. خب الان ببینید فاطمه، شما هم اینجا ناظر هستید، منم الان می نویسم. خب ما چند تا جنس داریم؟ 10 تا. خب 10 تا جنسه، هر کدومشو تون تون بگو قیمتاشو. فرناز تو هم می تونی حساب کنی. بریم تو اتاقمون اونجوری راحت تر. برو تو اتاق. بریم اینقدرم جالب بود این جملت، خیلی جالب بود راستی این جملت. ماهان عالی بود که گفتی از این به بعد من خرج خودم رو میخوام در بیارم. آها گلیم خودم رو میخوام از آب بکشم بیرون. شاهکار بود این جملت. تازه من امروز به یکی از دوستانم فاطمه زنگ زدم، ماهان تو هم همین، به اسم محمد امیری که این تو کار بیزینس و ایناست، خیلی کارهای بزرگی داره. گفتم ایشونم بیاد، منتها تا ساعت 5 نمیتونست که من گفتم کرمانی هم هست. بعد خواستم ایشونم بیاد، بعد اگر خواستم برای معاملات بعد، کارهای بعد و اینا مثلا پیشنهادهای بده. اتفاقا خیلی روش خوبی بود، من از این خوشحال شدم که ماهان حالا کار خرید و فروش داره انجام میده. این که بتونه یه چیزی رو بفروشه بعد حرفشو نمیدونم ثابت کنه به قیمت بده، این خیلی برای من، چون دوست دارم پسرم یه بیزینس من باشه. آره من آره. و این که
اینقدر این هم نه فقط بیزینس، همین که وسایل اضافی رو ما از خونمون رد کنیم و فردایی اگر کسی خواست بهش هدیه بده در هدیه گرفتنش نظر بده، نه اینکه بگه برای من مهم نیست هرچی آوردید. نه مهمه آقای محترم، خانم محترم، فرناز یا نمیدونم عمه خاله ایکس ایگرک میخواین شما برای من هدیه بیارید، من در رابطه با هدیه ها میخوام نظر بدم، شاید این هدیه رو بتونیم به یه سرمایهی تبدیل کنیم. یه بیزینسمن موفق باید خیلی هوشیار و شورمندانه برخورد کنه. خب حالا بگو بریم 10 تا جنس تو. خب اینا نشون بدی؟ تون بگو قیمت ها رو فرناسا هم بگو حساب کن اگه ماشین حساب هم داری. خب 10,000 تومن 30,000 تومن دومی 30,000 تومن دوباره 30,000 تومن سومی 30,000 تومن شد. اینا همشون 30,000 تومنی من دیروز 3,000 دیدم. آره من بعد دیدم بچه ها میگن چقدر گرون فروشه. 50,000 هم داره. ای بابا خب برو جلو سه تا. ای اوی اوی 30,000 تومن چهارمی چهارمی 40,000 تومن خب 50,000 تومن پنجمی 50,000 تومن مرسی خیلی گرم. خب نه این نه این برای 50 تومن نبودی 15 تومن بود. آره این خیلی گرم گذاشتی. 15 تومن بود. خب حالا میتونه این قیمتاشو بگه؟ دلیل بر این نمیشه. ما اومدیم اینجا ما معامله خواهیم کرد و شاید من قبول نکنم، شاید قیچه چونه بزنم. خب و خب یه تا اینجا 5 تاشو گفتی. 15,000 تومن 40,000 تومن هفتمی 40,000 تومن الان میفهمم چرا گیلی میشه. بعد یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه پوز دهمی چند؟ دهمی چند؟ سه پنجاه هزار تومن خب پس من تکرار میکنم فرناز ببین، اولی 10,000 تومن، دومی 30,000، سومی 30,000، چهارمی 40,000، پنجمی 50,000، ششمی 15,000، هفتمی 40,000، هشتمی 15,000، نهمی 50,000. یکی رو اینجا جا انداختم. آره کدوم بود؟ 30,000 فکر کنم. کنم این بود 30,000 بود. آره 30,000. خب 30,000 خب اینا با هم دیگه چقدر میشه؟ خیلی هم خوبه. این خیلی خوبه، گرم کنی گوشه. خب یه لحظه وایسیم ها جمع کن خودتم یه لحظه، ما این ضبط رو استاپ میکنیم، جمع میکنیم بعدم میذاریم قیمت ها رو که وقت بچه ها گرفته نشه. خب ما هم حساب کردی؟ خیلی خوب. چقدر در اومد؟ 310,000. فرناز تو چی؟ منم 310. منم 310,000 تومن. خب برای این فاطمه من یه سوال دارم، اینایی که خریده شده اول این سوال از ماهان بپرسم، ماهان این قیمت ها رو از کجا در آوردی؟ هیچی از خودم. از پدر سخته از خودش قیمت بزن. نه سب کن ببینیم شوخی نه سب کن از خود بذار ببینیم چی میگه. تو چجوری به ذهنت رسیده اینا؟ بگو ببینیم خیلی مهمه. خود این نشون میده که این
تالنت استعداد خاصی رو نشون خواهد داد اینجا. خب چه جوری یکی رو 10 گذاشتی، یکی رو 30 گذاشتی، یکی رو 50 گذاشتی؟ من اشاره کردم. اشاره کردی؟ جمع شانه ای. نه، چجوری یه جنسی رو 50 گذاشتی، یه جنسی رو 10 گذاشتی، یکی رو 15 گذاشتی؟ مثلا چرا ماشین تو 50 گذاشتی و یکی عروسک رو مثلا 10 گذاشتی؟ آها، این سوالو میشه جواب بدی؟ آها، به ذهنت رسید. میشه دوتاشو نشون بدی؟ یکی اون 10,000 تومانی رو با اون 50,000 تومانی رو نشون میدی؟ تفاوتشو ببینیم که به عنوان یک فردی که ارزش گذاری اقتصادی میکنی معیار چیه؟ واقعا اینجا درس بزرگ کلاس اقتصاد میبینی ها؟ آره. فرقشون اینه که فرقشون اینه چیه؟ بزرگتر نشون بده به ما؟ بزرگتره؟ اینو چند گذاشتی؟ 50,000. چون بزرگتره. خب اون یکی چی؟ اون یکی رو بیار. 10,000. آها، خب اینه 10,000 تومان. خب فاطمه نظر تو چیه تو این رابطه؟ که تو کار بیزینس هستی؟ من تو کار بیزینس هستم، شغلم چیز دیگه ایم و تو لس میکنم، تو کارخونه لس هستم. ولی خب اگر چیزی داشته باشم که بخوام بفروشمش، یا مثلا یه چیزی توی خونه هست میخوام براش مشتری بیارم، فقط هم اینجوری میشناسم هر رو به قیمت خیلی خوبی میفروشمش، خوب میتونم در مقابلش پول دریافت کنم. حتی توی کارم همینجوری هم من در مقابل کاری که میکنم پول خوبی میگم، به خاطر این کارم خیلی با دقت انجام میدم، کارم تخصصی انجام میدم. خب حالا همین تخصصو که نشون بده تو این دوتا وسیله. اینو من خودش میدونی، من چون که میخواستم اینو اصلا توی مدرسم. خب حالا نظر تو به عنوان یه ناظر سر این دوتا چیز چیه؟ که این دوتا فرد بعدا ما این دوتا وسیله رو میذاریم، یکی همون خرسه بود، دوتا عکسها رو میذاریم کنار هم، میگیم که اینو 10,000 گذاشته، 50,000 گذاشته. نظر تو چیه که این ارزش گذاری این درسته؟ آره فکر کنم ماهان نسبت به این که مثلا خب این شاید حالا جنسش مرغوب تر باشه، یکی بزرگتر باشه اینجوری تصمیم گرفته. مثلا از بین ماشیناش وقتی خواست ماشینشو بذاره، یه ماشین خیلی بزرگ داشت، به من گفت ماما این 50,000 تومان خیلی براش کمه، چون من نمیخوام خیلی هم گرون بفروشم. این ماشین پلیسه که حالا یک خودم نو نیست، میتونیم بفروشیمش 50,000. پس ما تو اینو منصفانه میدونی به عنوان یک کسی که اونجا هستی؟ نه، تو که خودت منصفانه میدونی اینو فاطمه رو میگه. منم به نظرم آره، چون خیلی واسه گرون شده، بخوایم اینا رو بجاش بذاریم خیلی گرونه. پسر قیمت خوب قیمت گذاشته، خیلی بعده. واقعا پارتی بازی که نمیکنی به خاطر پسر بودنه، پسرت بودن. شاید داری ضبط میکنی زیبا؟ آره دارم ضبط میکنم اینا رو. آره خب شما ببین اینجا منم یه ذر پارتی بازی بکنی، اینجا باید خودت پولش پارتی بازیت شو پولشو بدی. نمیشه، چون که ما اینجا فردا میخواییم با ماهان افراد مختلفی رو بیاریم، غریبه ها. مثلا فردا ممکنه محمد امیری بیاد بگه من فلان چیزو میخوام ازت بخوام، یا فلان کارو برای من انجام بده، یا فلان برنامه بذاریم. این نمیتونه بگه که مثلا حالا چون دیگه اینجا تو بیزینس، ببین یه اصطلاح هست ماهان، یه اصطلاح میگن کاکا، حساب کاکا برادر. شنیدی اینو؟ یعنی چی؟ یعنی من برادریم جای خودش، حساب کتابم هم جای خودش، حساب کاکا برادر، اینجوری. یعنی اینکه واقعا ما یه ضرب المثل درست گفتیم، خودشم یه یعنی که اینجا برخورد فاطمه یه ذره انتقاد میکنیم و یه
20,000 تومان جریمت میکنیم فاطمه. پارتی بازی اونجا که آره. خب حالا تو فرناز نظر تو بده، به نظر تو اینا چیه نظرات؟ بگو. من فکر میکنم که قیمت گذاری که ماهان کرده شاید هم بنا به این دلیل باشه که یه سری از اینا رو براش از خارج کادو آوردن. آها فکر میکنم مثلا خارجی ها رو گرونتر حساب کرد، چون میدونم که این همین که گذاشته 50,000 تومان رو میدونم مثلا این خارج. عارف ماهان، آره ماهان این بود. آره بعضیشون قیمت همه نظرش اینه که بعضیشون که قیمتش بیشتره بخاطر این بوده که از خارج برد اومده، مثلا خارج. آره دیشب گفته خارج آلمان آورده گرونتر میدیمش. آره خب اینم، آره اینم یه معیار درسته، اینم هست. چون که اونجا یه جنسی که هست مثلا فرض کن که قیمتش به یورو و دلار و اینجور چیزاست، حق داری اینجا. خب در مجموع نظرت رو فرناز تو بگو. پس تو کلن این 310 رو منصفانه میدونی فاطمه، بدون پارتی بازی بگو حالا. آره به خدا. آها خدا رو بلیش قیمت خوبه. خب حالا اما حالا چیز فرناز تو بگو. به نظر من یکم گرون گفته. خب حالا نظر پیشنهادی خودت چیه؟ به نظر عمه من به نظر عمه چی؟ به نظر عمه هم یه خورده زیادی گرون. نظر خودت چی؟ نظر خودت هم اینه که یه ذره زیادی گرون دادی؟ آره آخه خودش هم رفته از دیشب فکر. حالا ببین ماهان عزیز من نگاه کن، ما اینا رو میگیم، ما نظراتمونو همه نظرات خودمونو میگیم، این نهایتا تو هستی تصمیم گیرنده ای، میتونی بگی که من اینو قبول نمی کنم نظر شما رو، من رو نظر خودم هستم، یا من انقدر میدم یا فلان. ما نظرمونو میدیم، آخر سر به یه توافق میرسیم. خب تو نظر نهایی فرناز چیه؟ من نظرم اینه که همین 10 تا که هست با همین قیمت به جاش 2 تا دیگه از وسیله های دیگه اش هم بذاره روش، ولی هیچ پولی بابت اونا نگیره. خب این پیشنهاد خوبیه. حالا این پیشنهاد خیلی خوبه. من نظرم اینه، یه نکته هست ماهان، تو میخوام این نکته رو بگم برای بیزینس های بعدیت. خب اگر یه جنسی رو که 10,000 تومان تکی گذاشتی بهش میگن تک فروشی. خب یه موقع هم هستش میگن عمده فروشی. عمده و تک یعنی چی؟ فرقش چیه؟ میخوای بگم یا فاطمه بگه یا فرناز بگه؟ فرناز بگو. این تک یعنی یه دونه از وسیله هات، عمده یعنی هم چند تا با هم دیگه. ماهان میشه عمده فروشی. خب من الان توضیح میدیم. ببین اگر تو میری یه فروشگاه یه دونه اسباب بازی میخری، خب یا رفتی یه جایی که یه شکلات بخری مثلا بهت گفتن 10,000 تومانه، ولی فروشنده گفته اگه تو 10 تا فروش شکلاتو بگیری من مثلا با هم دیگه 7,000 تومان بدی، در حالی که 10 تاش 10,000 تومان میشد. این 3 تا رو چون تو خواستی همه رو با هم دیگه بگیری، عمده بگیری یه مقدار، خب به تو ارزون در حساب میکنن. من چون اینجا میخوام از تو 10 تا رو با هم بگیرم، میخوام اینجا به تو یه پیشنهاد بدم. خب پیشنهاد من اینه که میکسی باشه، چون عمده است. من 250,000 تومان برای کل این وسایلت میدم به اضافه 2 تا وسیله‌ای که فرناز گفته. این 50,000 تومان و 60,000 تومان رو چرا کم میکنم؟ یک، به خاطر اینکه عمده است. خب دو، اینکه یه مقدارم احساس میکنم که یکم گرونه. خب واسه همین من فکر میکنم برای اون گرونی رو دو تا وسیله دیگه اضافه بکنید، 250,000 تومان پیشنهاد کلی من. همشه اگر موافقی میخوای روش فکر کن. میخوای روش فکر نفهمیدم الان بهت میگم.
میخوای تو بگی فاطمه؟ یا خودم بگم؟ بذار من توضیح میدم اگه اجازه بدی. آره بده توضیح بده. من که میخوام تخفیف بگیرم. آفرین. در مقابل پول کمتری پرداخت کنن. آفرین تخفیف چه کلمه خوبی. ای من دنبال این کلمه میگشتم. دریافت کنن. بدن. مثلا الان شده 310,000 تومان. وقتی ندیدیم ماما وقتی میره پارچه بخره یا اینکه یه چیزی بخره میگه آقا خیلی گرون داری میدیا. یه خود ما تخفیف بده. الان خانم زیبا دارن میگن که یعنی که چون که خیلی گرون گذاشتی خودت هم قبول داری. 250,000 تومان. یعنی من 60,000 تومان از تو تخفیف میخوام. 60,000 تومان کم کنم؟ آره. آفر. دو تا هم وسیله اضافه کنی. دو تا وسیله اضافه بدی. خب قبول شد دیگه. البته برای اینکه ما خیلی عالیه مرسی. مهراب واقعی ها. مهراب واقعی. سری کوتاه میاد. خیلی خوبه. اتفاقا خیلی بیزینسمن خوبی میشه. چون وهله اول تو هر چقدر بیشتر مشتری داری کنی. ببین بهش میگم مشتری داری. یعنی تو از منافع مادی از پولت یه ذره کم میکنی. طرف میگه چقدر این آدم خوبه. چقدر با آدم راه میاد. فردا میاد دوباره معامله میکنه با تو. میدونی؟ در ما یه اصطلاح داریم. آفرین. پس منم یه دونه دست میدی. اسکرین شات بگیر الان. صاحب کو ما اینجوری اسکرین شات بگیر از دست گیره. عالیه. خب نگاه کن یه دونه اصطلاح هست در آلمان. ما سمینار مسائل اقتصادی رو دیدیم. میگن که اینو در نظر داشته باشید که مشتری شاه شماست. این ضرب المثل. یعنی حق با مشتریه. یعنی مشتری رو رضایتش خیلی مهمه. یعنی حق با مشتریه. آفرین. این خیلی مهمه که تو بیزینس رضایت مشتری برات مهمتر از اون پول باشه. انسان برات مهم. آفرین. خیلی داره ازت خوشم میاد. تو دنیاست. چی گفتی یه بار دیگه بگو؟ انسان برای من بزرگترین چیز تو دنیاست. چی بزرگترین چیز تو دنیاست؟ رضایت. رضایت. آفرین. آفرین. خب پس ما به این توافق رسیدیم. 205 اینو بسپونی. رضایت مشتری برای من از همه چیز تو دنیا مهمتر است. خیلی خوب. رضایت مشتری خیلی مهمه. خب این خیلی در بیزینس اصله. خب این که من که الان مشتری تو هستم دیگه. 250,000 تومان شد. اینم که دوتا وسیله اضافی شد. حالا یک مقدار در رابطه با هر معامله ای ما یه مقدار باید فرصت بدیم. خب که مثلا میگیم که شما دو سه روزم خواستید روش فکر بکنید. اگر یه دفعه منصرف شدی فردا بیای بگی ای من چقدر از ارزون دادم، من چقدر مثلا اونجا تحت تاثیر زیبا قرار گرفتم، تحت تاثیر عمه قرار گرفتم یا فلان فلان. پس راه بازگشت هست. خب اگر نظرم هیچ وقت عوض نمیشه. خب باشه به هر حال این خوبه که عوض نشه. ما ولی اینو برای احتیاط میذاریم. دو سه روز تو وقت داری، اگر منصرف شدی میتونی بیای بگی. ولی من پول رو بهت الان واریز میکنم. الان سر مسئله بعدی میریم جلو. خب شما الان به من بگید که وهله اول ما پول رو چجوری به شما به دستتون برسیم. خارج از کشورم. نه 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 من تو ایران حساب دارم. آیا نقد میخوای یا حساب مثلا مهتاب بود دیگه خواهره، حساب مهتاب رو واریز بکنم، حساب فاطمه رو واریز کنم؟ آخه فاطمه میدونی چیه، من دیروز با ماهان صحبت کردم، گفتم پول قلک و اینا دیگه الان یه ذره قدیمی شده دیگه. قلک و البته من خودم قلک دارم، من یه قلک دارم اگه بخوای به خودت هم نشون میدم. خب
یه قلک برای چی؟ صداتون قطع شد یه لحظه. ببین من قلک دارم، قلک رو برای پولای کوچولو کوچولو نگه میدارم، خب، و یه مقدارم که پول که ممکنه آدم استفاده بکنه، ولی باید تو کارت بانکی هم داشته باشی، حساب بانکی هم داشته باشی، کارت نداشت حساب بانکی داشته باشی. من توصیه میکنم فاطمه برای ماها یه حساب بانکی باریز کنی، باز کنید، که این کارای مثلا دشت اولم همین پول رو بعدم بریزه تو حسابش، بعد این رو باهاش کار بکنه، برنامه ریزی بکنه و این پولش حتی مثلا براش سودم بیاره از تو بانک. بله موافقم، این کارو میکنم. تو هم موافقی؟ برم سر تو براش حساب باز میکنم. خیلی خوب، ولی فعلا الان این پول رو به کدوم حساب واریز کنه؟ تا شب من واریز میکنم، تا فردا صبح واریز میشه. مهتاب کارت داره، هم مامان تو کارت خودتو بگیر. کارت مهتاب. پس شماره حساب مهتاب رو چیز فاطمه لطفا اگر تلگرام داری با من در ارتباط باش، از تلگرام یا از همین شماره واتساپ منو سیف کن که اصلا ارتباطمون باشه که ما بیشتر بتونیم با هم در فعالیت داشته باشیم. بعدش من به شما یا بیشتر با هم آشنا بشیم. آره حتما، و فعالیت بیشتر داشته باشیم و آشنا بیشتر بشیم. بعدش حتی شاید یه دفعه دیدی تو اینستاگرام منو تو لایف گذاشتیم در رابطه با این، منتها لایف که خواستیم بذاریم مامانت هم باشه پیشت، یا مهتاب باشه یا فرناز باشه، که بعد میای در مورد تجربه خودت با این بیزینس صحبت میکنی. خب اینم خیلی خوبه. این فاطمه، خب ما یه بار با یه با سیما نجارپور با دخترش که 6 سالش بود اونم یه بار یه لایف گذاشتیم، یه شیر برنج با هم درست کردیم، خیلی خیلی جالب، اونو برات میفرستم تو اینستاگرام و اینا. بعدش این قشنگ ارتباط با بچه ها خیلی مهمه، و اینکه ما با همدیگه فعالیت های مختلف از همین امکانات اینترنتی هم استفاده کنیم برای بالا بردن رو. خب پس فعلا اول کارت مهتاب رو من از طریق تلگرام از تو میگیرم فاطمه، پس تو میدی به من و من هم تا فردا صبح به شما این پول رو واریز میکنم. بعد اینا رو کجا بفرستی؟ حالا سبت یکی دیگه اجازه بده. پس این مسئله حساب من خودم همه اینا رو انجام میدم. خب پس این درست شد دیگه. قبل از اینکه اجناس رو ببری داری پول واریز. خب برای اینکه ببین من هم اگر آفرین، این مسئله خیلی مهمه. من همیشه میگم که هر کس تو کار خودش باید پیش قدم باشه. من چون مشتریم زود پولو میدم. میگم من پولو واریز میکنم شما جنسه. این نشون میده که این فرد بعدم به من به عنوان یه مشتری خوب نگاه میکنه. بله قابل اعتماد. آفرین. یک مشتری خوب. آفرین. و همین. پس من تا فردا اینو به شما واریز میکنم، حساب رو به من بدید. خب این استپ رو هم رفتیم جلو. حالا سر انتقال این وسایل. این انتقال این وسایل رو شما میدید به حالا من خودم میخوام یه ایده، این مسئله جدا از ایناست. من میخوام این هدایا رو، این وسیله ها رو بدم به یه سری جاهایی، به حالا فکری ندارم، ولی آیا تو فکر میکنی که تو مدرسه میری؟ مدرسه؟ نه مدرسه نمیری. فکر میکنی که اگه من بخوام این وسایل رو به یه جایی بدم به نظر تو کجاست؟ حالا یه نظری بده. میتونی به کی بدی؟ نمیدونم، فکر کنی خورده بسید. یه دوست داشتیم ما که دستتون باشه رفتیم پارک. خب حالا اینم مسئله، برای اینکه وقت رو دیگه نگیریم، فعلا وقت رو نگیریم، این وسایل رو همه رو تو یه دونه جعبه پر میکنی قشن با دوتا، یعنی چیه؟ 10 تا بذار 12 تا وسیله خب توی جعبه میذاری، در اولین فرصت میدید به فرناس. باشه خب این دیگه فعلا مسئلهمون تموم میشه. اون مسئله‌ای که تو چه ایده‌ای داری فعلا نمیخوایم مشغول کنیم، این زیاد میشه براش، به خاطر اینکه امروز یه کار
اصلا این بعدن این وایس من براتون میفرستم، چیزای نکات خیلی مهمه. اصلا ما برای همین نکاتی که الان دیدم سمینار دیدیم، یه سمینار 28 روزه. واقعا؟ آره آره. برای ما هم در دایرت بزنید زیبا خانم. خب من همین اتفاقا یه دونه لایف دارم در رابطه با منیج اقتصادی، مدیریت اقتصادی، و حالا من با فرناز خیلی کارا دارم، حتی سر همین مسئله ای که الان فرناز داره به نوعی نماینده من داره میشه دیگه توی کرم. امروز داره میره بعد از ظهر ساعت 6 با فرانک که کلی هدیه به من داده، سبزی و نمیخواست به آلمان بفرسته. گفتم برای چی؟ آره فاطمه توضیح دادم همه رو. الان همینا رو، هدیه ها رو من دارم منیج میکنم، مدیریت میکنم چجوری با این هدیه ها یه کارایی انجام بدم که در واقع به نفع منم بشه. و حالا با همین وسایل ها؟ لباس هارم بگو. لباس هایی که هدیه 8 الی 9 میلیون تومان رها اصغری از خرم آباد برای من یه لباس های نو هدیه داده. گفت با خودم خیلی کلنجار رفت. خیلی کسا اینجوری به من هدیه میدن. اصلا یه همسایه دیگه داریم اینجا، اصلا چیزای انقدر گرون قیمتی هدیه میده، میگه به خاطر اینکه اعتماد دارم به اون روش کارت، به این که به این دستان درستی میرسونی، و این دستان فقط نیازمندان نیستن بلکه دستان مثبتی هستن که اشیا و این رازهای اشیا، این اشیا اونجا احساس خوبی میکنن. تو نمیای بگی به فقیرا کمک کن، بده به فلان بفر، بلکه با این اشیا تو روان درمانی اجتماعی ما میکنیم. حالا این بمونه بحث الان، چون الان نمیخوام این وایسی ها طولانی بشه، نیم ساعت بیشتر شد. ببین ما همین نکاتی که الان بهتون گفتم در واقع در همین بیزینس کوچیک، حالا اگر خواستیم بعدن ماها موافق بود ما یه لایو اینترنتی اینستاگرامی میذاریم و تجربهش رو بذار پولش دستش بیاد، بانکش رو حسابش رو باز بکنه، بعد لذت اون دشت اول این پول رو بگیره و بعد متوجه میشه که پول رو چون خودش به دست آورده دیگه الکی خرج نمیکنه. و شاید ببخشید میرونه صحبتتون، ماهان قرار شد که این وسایلشو بفروشه، من ازش پرسیدم که با پولش میخواد چیکار کنه، چه برنامه‌ای داره برای خانم زیبا عمه. بگو برنامه‌تو بگو. من برنامه دارم، یک یه دون از اون چیزا هستن، یه لگوی از این لگوی خیلی بزرگ قبلا دیده بوده که خیلی گرون بود، منم گذاشتم موکولش کردم به این زمانی که کرونا تمام بشه و بازار خوب باز بشه بعدم بریم بگیریمش. در واقع یه لگو چوبی که خیلی هم بزرگه، باید باشه موتور گنده. یه لگو چوبی بزرگ موتور. حالا من یه توصیه میکنم که چون ما اینجا تو آلمان این لگو هم خیلی گرون هستن و لگوهایی هستش، ما یه جاهایی داریم که بچه هایی که اینا استفاده کردن بعد میان اینا رو میفروشن یا چنج میکنن. قبل از اینکه سریع این پولت رو استخرج کنی از من اگه خواسته مشاوره بگیر، من برای تو شاید به نصف قیمت اون یه لگو پیدا کردم. و ما اگه دوست داشتی فاطمه میتونی تو گروه ما بیای بگی من برای، یا ماها یه اطلاعیه بده فرناز بزنه تو اینستاگرامش، منم بزنم، ما یه لگوی خیلی خوب میخواییم، کی برای ما حاضره یه لگوی خونش رو فلان رو به قیمت ارزون. شاید یه دفعه دی با 50,000 تومان یه لگوی 300,000 تومانی رو گرفتی. آره چون ماها خیلی لگو دوست داره، لگوهای زیادی هم داره، ولی این لگویی که دیده بود خیلی خاص بود. من قول دادم که این مقدارشو من میذارم، قولشم از پس انداز، یعنی که اون پول قلهش میزه. اون لگوهایی هم که ممکنه تو نمیخوای رو انتخاب بکن، عکسشو بگیر بعد بزن تو اینستاگرام بده زیبا من میخوام، من یه دونه وسیله دیگه، یه دونه اسباب بازی دیگه به تو اضافه میکنم، به تو میدم اگر تو اینو تبلیغ کنی تو اینستاگرامت. خیلی فکر خوبی. آره بعد بگو که منم میگم لگوی، بعد بگو این لگو رو من با لگوی موتور عوض میکنم، کی عوض میکنه؟ لگو تو بده، لگو بگیر، پولتو نگه دار برای یک سرمایه بزرگتر. آره
و اصلا ایده است. همه چیز بزرگتره. چی؟ چی؟ لگو؟ خب باشه، حالا روی اینا فکر کن. فعلا ما وایس رو تموم میکنیم، تصمیم گیری پول دربارش خودت تصمیم میگیری، فردا این پول که واریز شد هر کاری دوست داشتی. حرفای دیگران رو بشنو مثل من و فرناز مامانت، ولی خودت تصمیم گیرنده هستی. خیلی راحت بگو نه من نظریه زیبا رو قبول نمی کنم، یا نظریه فرناز رو شنیدم نصفش رو قبول میکنم یا فلان، ولی این تصمیم هنوز تصمیم خودم. میتونی این تصمیم رو هم نهایتا بگیری. خب به حرف دیگه ای نداری، من این وایس رو ببندم. من یه حرفی دارم، من اون لگوها رو عوض نمیکنم. خب نکن. باشه نکن، گفتم تصمیم خودت میگیری، اون پول مال خودته، تصمیمم مال خودت، تصمیمم خودت در مورد پولت میگیری و این حق توست. خب شاید اگر اون دکوری بود یه چیز دیگه میگیریم، بریم از فروشنده بپرسیم اگر بود یه چیز دیگه میگیریم. تو سایت دیوار رو میشناسی اصلا؟ بله. چی؟ سایت دیوار رو میشناسی؟ بله. خب برو اونجا هم لگوها رو نگاه کن، یه سری کسا ممکنه لگوهایی گذاشته باشن که مثلا مال پسره. ارزونو بهتر باشن؟ آره برو نگاه کن، ضرر که نمی کنی. ببین یه چیزم بهت بگم، یه چیز بهت بگم، در یه سمینار، تو سمینار یه نکته دیگه، در خرید یه مسئله عجله نکن. باش. میدونی اول انتخاب بکن، بگو اوکی من اینو دیدم خیلی قشنگه، ولی به خودم اجازه میدم که یه ذره روش فکر بکنم. اون هست دیگه. آفرین. تو چقدر خوشگلی. خیلی خوبیه. خیلی خوب، ما اینو پس حرفی دیگه نداری فاطمه؟ تو حرفی نداری؟ نه خیلی ممنون، ما فروش خیلی خوبی داشتیم، ما راضی هستیم. انشالله اون کسی هم که برسلو میگیرن برای اونم برکت داشته باشه. مرسی فرناز، تو حرفی نداری؟ مرسی. منم حرفی ندارم، فعلا این وایس رو می‌بندم، شما باشید یه دقیقه.